خب میرسیم به درس دوازده، یعنی آخرین درس کتاب ایوب ولی اونقدر که در رساله یعقوب هستیم در کتاب ایوب نخواهیم بود یعقوب باب 5 و آیه 11 صبر ایوب را شنیدید یا شاید در بعضی از ترجمه ها شما درباره صبر و تحمل ایوب شنیدید و می‌دانید خداوند سرانجام با او چه کرد زیرا خداوند بی‌نهایت رحیم و مهربان است شکیبایی یا صبر عیوب. حالا بیایید این رو در متن اصلی قرار بدیم یعقوب از آیه هفت تا دوازده از لزوم صبر در زمان رنج کشیدن صحبت میکنه رنج کشیدن بخش زیادی از کتاب یعقوب رو تشکیل میده اون از همون باب یک و آیه دو شروع میکنه ای برادران من وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شوید کمال خوشی دانید وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شوید کمال خوشی دانید و حالا در باب پایانی اون دوباره از آزمایش ها و رنج کشیدن حرف میزنه به عنوان مثال در باب پنج و آیه ده میگه نمونه زحمت و صبر بنابراین اون به نوعی کل این استدلال رو دوباره رنج کشیدن ارجامیده. میده کتاب رو با رنج و آزمایش شروع میکنه و خاتمه میده و با لزوم صبوری و لزوم شکیبایی یعقوب از طریق مثال زدن در آیه ده به انبیا اشاره میکنه که به نام خداوند تکلم نمودند انبیا چیزهای زیادی در مورد آزمایش ها و رنج می دونستند. به مخالفت هایی که ارمیا ها تجربه کرد فکر کنید به داغی که هزقیال تجربه کرد فکر کنید اینکه اجازه نداشت در مراسم تدفین همسرش شرکت کنه به مشکلات زناشویی که خوشع نبی تحمل کرد فکر کنید و غیره انبیا همه چیز رو درباره آزمایش و رنج می دونستند. ولی مثال اصلی یعقوب که در اینجا از اون نام می بره عیوب هست صبر عیوب را شنیدید یا شما درباره صبر و تحمل عیوب شنیده منظور یعقوب وقتی درباره شکیبایی ای ایوب و یا صبر ایوب صحبت میکنه چیه حالا یه حسی وجود داره که از اونجایی که با هم کتاب ایوب رو مطالعه کردیم ممکنه اینطور نتیجه گیری کنیم که ایوب مرد صبوری نبود یقینا لحظاتی در کتاب ایوب وجود داره مثل باب سه وقتی که ایوب به اون تاریکی از این فرو میره واکنش ایوب نسبت به اون سه دوست یعنی الیفاز، بلدد و سوفر و غیره و یقینا زمانهای وجود داشت که به نظر می رسید صبر ایوب نسبت به اونها به سر رسیده وقتی که اونها رو ملامت کرد یا وقتی که از اونها تقاضای ترحم کرد و اونها هیچ رحمی نشون ندادند فکر می کنم حتی زمانهایی در کتاب ایوب وجود داره که به نظر میرسه ایوب صبرش رو نسبت به خدا و مشیت خدا هم از دست داده پس منظور یعقوب از برافراشتن ایوب تا این قله و این معیار صبر و شکیبایی چی هست؟ من فکر می کنم منظورش تاکید روی شکیبایی هست به جای تفکر محدودتر صبر اونطور که ما بعضی اوقات به کلمه صبر که مورد نظر هست فکر می کنیم اجازه بدید کلمه دیگه استفاده کنم این کلمه ای هست که کاملا مطابق با کلمه ای هست که یعقوب داره استفاده میکنه یعنی پایداری و بعد این که فکر میکنم بریتانیایی ها میگن سماجت یا اینکه دارم برعکس میگم بعد از یک مدت فراموش میکنم پایداری و سماجت عیوب ادامه میده این چیزی است که از ایوب یاد میگیرید حتی در تاریک ترین لحظات حتی در انبوه آزمایش ها حتی وقتی که به نظر میرسید که ابرها فرود اومدند و تاریکی همه جا رو فرا گرفته عیوب همچنان ادامه داد اجازه بدید کمی بیشتر توضیح بدم از کتاب عیوب چه درس هایی گرفتیم؟ با استفاده از صبر ایوب به عنوان نقطه شروع کل کتاب ایوب چه چیزی یاد گرفتیم؟ خب من فکر میکنم اول از همه ایوب شکیبایی خودش رو در اعتقادش به اقتدار خدا ابراز کرد خدا مختدره یقینا زمانهایی در کتاب ایوب وجود داره که به نظر میرسه ایوب شروع کرده به زیر سوال بردن محبت خدا و محبت خدا در مورد خودش به طور خاص ولی اون هرگز اقتدار خدا رو زیر سوال نمیبره خدا کنترل رو در دست داره خدا از ابتدا انتها رو نظم میده که میتونیم به اون آموزه پیشدانی بگیم چرا چیزهای اتفاق میافتند؟ چرا چیزها اینطوری هستند؟ که هستند چون خدا اونها رو ترتیب میده. انگشت خدا به نوعی روی دکمه هست اتفاقا به خاطر این میافتن که خدا فرمان به وقوع اونها میده اینطور نیست که بگیم و به یاد داشته باشید به عنوان مثال در اعتقادنامه وستمینستر دینان قرن هفته اونها فقط الهیات اصلاحگرها رو انکاس میدند و اونها فقط الهیات در واقع الهیدانان قرون وسطایی رو انکاس میدند اینکه که علل اولیه و علل ثانویه وجود دارند به عنوان مثال خدا به چیزهای معین اجازه میده که اتفاق بیفتند ولی هیچ چیزی بدون فرمان خدا اتفاق نمیفته هیچ چیز خدا از هیچ اتفاقی متعجب نمیشه میدونید خدا اون لحظه وای گفتن رو نداره طوری که انگار اصلا انتظارش رو نداشته چیزها اتفاق میفتند چون خدا فرمان به اتفاق افتادن اونها میده و اراده میکنه که اتفاق بیفتند و او اراده میکنه که اونها به این شکلی که هستند اتفاق بیفتند و قبل از اینکه اتفاق بیفتن اراده به وقوع اونها میکنه این تنها مبنایی است که بر اساس اون میتونیم بگیم که خدا همه چیز رو با هم برای خیریت ما به کار میگیره نه فقط چیزهای خوب رو بلکه همه چیز رو بله فقدان وحشتناک ده فرزند در یک روز از هم پاشیدن حساب بازنشستگی شما بازار بورسی که سقوط میکنه و همه پسنداز شما از بین میره خب و برشکسته میشین از دست رفتن سلامت شما و خیلی از مردم میگن اگر سلامتی داشته باشید همه چیز دارید خب این حقیقت نداره ولی سلامتی جنبه مهمی هست و روی همه چیز ما تأثیر میگذاره و وقتی که سلامتی خودتون رو از دست میدین اغلب اوقات چیزهای دیگه هم با اون از دست میره و این سوال که شما از نظر روحانی کجا هستید و غیره و بنابر این یعقوب در اینجا میگه صبر ایوب را شنیده اید ایوب صبوری خودش رو در اعتقادش به اقتدار خدا حفظ کرد در درس قبل به سروده عالی ویلیام کوپر اشاره کردیم خدا در طرقی پر رمز و راز حرکت می کند تا عجایبش را اجرا کند او جای پاهایش را در دریا می کارد و بر روی طوفان سواری می کند. می دونید که مشکل کاشتن جای پا در دریا این هست که شما نمی اون رو ببینید. مشکل سواری در طوفان این هست که شما نمی شخصی که از مقابل میاد رو ببینید. تنها چیزی که می بینید طوفان هست. عمیق در نخب فهم ناپذیر از چیر دستی شکست ناپذیر درهای درخشانش را ارج می نهد و اراده مختدرش را عملی می کند بی کورکورانه محکوم به خطاست و ابجویی اعمال او بیهوده خدا مفسر خیش است آن را سر خواهد نمود و غیره پس اول از همه عیوب شکی بایی خودش رو در عقیده به اقتدار خدا حفظ کرد ما به مسئله اعتقاد به عدالت خدا یا همون توجیه خدا در مواجهه با شر اشاره کردیم در مورد مشکل درد بحث کردیم که بحث مرکزی کتاب ایوب هست ولی هیچ توضیحی در مورد اعتقاد به عدالت خدا و هیچ توضیحی در رابطه با مشکل درد بدون در نظر گرفتن اقتدار خدا بسنده نیست موجب بروز مشکلاتی میشه موجب بروز برخی سوالات بسیار پیچیده یا فلسفی میشه به عنوان مثال کل مسئله سازگاری در فلسفه جبر و اختیار رو در بحث مشیت الهی موجب میشه در مورد این اصطلاح تحقیق کنید مردم هنوز در موردش حرف میزنند وقتی عیسی دوباره بیاد هم اونها همچنان در موردش حرف میزنن چون اونها همیشه داشتن درباره ارتباط بین خیر و شر اقتدار خدا و وجود شر در جهان و اینکه چطور میشه که خدا بانی شر نباشه و چیزهایی از این قبیل بحث میکردن و اینکه خدا جهانی رو خلق میکنه که گناه‌تر امکان پذیر هست خب ایوب شکیبایی ای خودش نسبت به اقتدار خدا رو حفظ میکنه دومین چیزی که فکر می در ایوب می شکیبایی اون در ایمان هست شکیبایی اون در ایمان وقتی ایوب عصبانی هست این عصبانیت رو سر کی خالی میکنه؟ خب مطمئنا سر دوستانش ولی اون این عصبانیت رو سر خدا هم خالی میکنه اون تبدیل به یک بی‌خدا خدا نمیشه اون با خدا حرف میزنه اون شکایتش رو مطرح میکنه استدلالش رو مطرح میکنه دادخواستش رو مطرح میکنه و وقتی برای خودش احساس تأسف میکنه ناله هاش رو مطرح میکنه یادتون هست که به اون قسمت از ایوب نگاه کردیم که اون گفت میدونی از مردن من متاسف میشی اون داره با کی حرف میزنه خب داره با خدا حرف میزنه حتی در یأس خودش حتی در سیاه‌ترین لحظات خودش در تاریک لحظات خودش هنوز داره با خدا حرف میزنه اعتقادش به خدا هرگز متزلزل نشد مبدل به یک بی خدا نشد یک سرود خب ای وجود داره که پشت کتاب مقدسم چسبوندم دیگه خیلی تو کلیسا خونده نمیشه نمیدونم چرا این سرود نوشته ی جان نیوتون هست واعظ بزرگ پاکتین قرن هجده هم و نویسنده یه سرود فیض شگفتانگیز و غیره از خداوند درخواست کردم که در ایمان و محبت و در هر فیزی بالنده شوم از نجات او بیشتر بدانم و روی او را مجدانهتر بجویم کیه که هر از گاهی این کارو نکرده باشه که بگه خداوند من میخوام رشد کنم میخوام که در ایمان بالغ بشم میخوام در خداوند قوی باشم ایمان عظیم میخوام من ایمان ضعیفی دارم ایمان عظیم میخوام به من ایمانی عظیم بده این یعنی چه خدا چطور به چنین دعایی جواب میده مواظب دعایی که میکنید باش ممکنه خدا بهش جواب بده او بود که به من آموخت تا این گونه دعا کنم و او اطمینان دارم که به دعا جواب داد ولی به گونه ای بوده که نزدیک بود مرا به ناامیدی براند امید داشتم که در ساعتی مناسب او به یک بار درخواستم را پاسخ دهد و با نیروی جبری محبتش گناهانم را مخور کرده و مرا آرامی دهد او فکر کرد که خدا با بخشیدن یک زندگی آروم و ساکت توی یک خونه در فلوریدا اون رو رشد میده با لذت بردن از ثمره زحمات شخص در زمان بازنشستگی و خرج کردن ارسیه به جای این اون موجب شد حس کنم که شرارت‌های قلبم را مخفی کرده و به نیروهای خشمگین جهنم اجازه داده تا از هر طرف به روحم حمله کنند این کتاب ایوب هست بلکه بیشتر انگار او قصد داشت با دست خودش اندوه مرا تشدید کند بر روی تمام طرح های زیبایی که برنامه ریزی کرده بودم خط کشید و رشته های مرا پنبه کرد چیزهایی که رویم سایه میاندازند و مرا زمین گیر کرد لرزان و گریان گفتم خداوند چرا این گونه است آیا این کرم را تا به مرگ تعاقب میکنی خداوند پاسخ داد به همین گونه است که من به دعای فیض و ایمان جواب میدهم من آزمایشات درونی را به کار میگیرم تا تو را از خیشتن و از غرور آزاد سازم و ترهای لذات زمینی تو را در هم می شکنم تا تو بتوانی همه چیز خودت را در من بیابی خب این شعری بسیار معروف از جان نیوتون هست ولی تقریبا کتاب ایوب رو خلاصه میکنه خدا رشته های اون رو پنبه کرد خدا اون رو زمین گیر کرد خدا اجازه داد که نیروهای خشمگین جهنم از هر طرف به او حمله کنند. و چرا؟ تا اون رو رشد بده؟ ایوب در پایان کتاب دستش روی دهانش گذاشته و میگه از شنیدن گوش درباره تو شنیده بودم لیکن الان چشم من تو را میبیند. اون در درکش از اینکه خدا کیست رشد کرده اون در ایمان رشد کرده در تکیهش به خداوند رشد کرده ایوب در پایان کتاب در چه وضعی قرار داره؟ آیا اون جواب همه مسائل رنج کشیدن رو داره؟ آیا اون توضیحی برای اعتقاد به عدالت خدا داره؟ آیا میتونه کتابی در مورد اعتقاد به عدالت خدا بنویسه؟ و ارتباط بین خدا و گناه و شر رو توضیح بده؟ نه، اون در پایان کتاب خب در جواب سوال چرا چرا کرگدن و چرا نهنگ و چرا گرگودیل در جهان وجود داره داره میگه من نمیدونم ولی مهم نیست که من بدونم چیزی که مهم هست اینه که خدا میدونه و من به او اعتماد دارم من به او اعتماد دارم من به او تکیه میکنم من به او نگاه میکنم من به او واگذار میکنم من این سکوت رو حس میکنم این آسودگی این آرامی که با گذاشتن همه اینها بر دوش خداوند به وجود میاد خب ایوب شکیبایی رو یاد گرفت و شکیبایی خودش رو با ایمانه پیشرونده و مداوم ابراز کرد موضوع سوم صبر ایوب را شنیده اید ایوب یاد گرفت که ما نباید از کاری که خدا انجام میده غافلگیر یا کیچ بشیم من فکر میکنم ایوب در پایان کتاب در چون این وضعیتی قرار داره اون دیگه غافلگیر نمیشه اون دیگه کیج نمیشه کنشکاوم بدونم که آیا به عنوان یک مسیحی فکر میکنید که بعضی چیزها به خاطر مسیحی بودن شما خارج از هیتتون هستند؟ میدونید؟ اینکه این, این عذاب ها مال بی خدایان هست ولی مسیحیان نه؟ خدا هرگز اجازه نمیده که یک مسیحی از یک آزمایش به خصوص یا یک ناخوشی خاص رنج بکشه ایوب یاد گرفت ببینید که خدا کی هست؟ اون یاد گرفت که خودش رو به عنوان یک مخلوق کسی که توسط خدا خلق شده و در حقیقت یک چیز خیلی کوچک ببینه اون دستش رو روی دهانش گذاشت یاد گرفت ببینه که هیچ حقی برای دونستن نداره هیچ حقی برای فهمیدن نداره هیچ حقی نداره که خدا موظف باشه هر هدفی که در پس هر واقعی که براش اتفاق افتاده وجود داره رو آشکار کنه اون یاد گرفت تا شکیبایی خودش رو با سترهایی از گفته های عیا باب 55 ابراز کنه وقتی که از زبان خدا گفته شد تاریخ‌های من از تاریخ‌های شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد. حتی موسی میدونید خیلی چیزها به موسی نشون داده شده بود حجاب درونی به موسی نشون داده شده بود قسمتی از جلال خدا به اون نشون داده شده بود خدا در قالبی نیرومند و شکلی آتشین به سراغ اون اومد خدا بیشتر تورات یعنی پنج کتاب اول عهد عتیق رو به اون نشون داد و با این حال موسا در کتاب تصنیه سی و شهادت میده چیزهای مخفی از آن یهوه خدای ماست و اما چیزهای مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ما است موسی میتونست بگه چیزهایی هست که من میدونم چیزهایی هست که من دیدم چیزهایی هست که من شنیدم ولی چیزهای مخفی هم هست چیزهای غیرقابل درک وجود داره چیزهای مخفی وجود داره مارتین لوتر اصلاحگر از دوس absconditus و از دوس رولاتوس یعنی خدای آشکار و خدای نهان صحبت کرد خدایی هست که آشکار هست و بعد خدایی هست که پنهان هست پنهان در پشت مشیتی غیر قابل تفسیر پنهان در پشت آزمایش ها و سختی های غیر قابل درک ایوب این رو یاد گرفت پس ما نباید با اونچه که خدا انجام میده غافلگیر یا گیج بشیم ایوب چیزی درباره شیطان نمیدونست تا پایان کتاب هنوز هم برای من روشن نیست که ایوب همچنان در مورد شیطان چیزی میدونسته. برای من روشن نیست که چند نفر از مقدسین در عهد عتیق از زمان ایوب به بعد چیزی در مورد شیطان می‌دونستند. چیز زیادی در مورد شیطان در عهد عتیق وجود نداره. واضح هست که شیطان نقشی رو بازی میکنه. به عنوان مثال در کتاب زکریا اشاراتی به شورش در آسمان و غیره وجود داره. نیروهای شیطانی ورای تصور ما برای توان فهم ما نه فقط دیوها بلکه خود شیطان که باید شخصا بیاد تا خدا من ایسا رو وسوسه کنه بیشتر ما هرگز با شیطان رو نشدیم ما فقط با یکی از کارآموزان او روبرو شدیم همون برای ما کافی هست اون لازم نیست به خاطر همسال من و شما خود شخصا بیاد ولی در اینجا او شخصا اومد برنده ای ایوب رو به نوعی شخصا به دست گرفت اون پوشه ای که اسم ایوب روش نوشته شده بود رو برداشت تا برای وادار کردن ایوب به کردن خدا تلاش کنه ایوب هرگز خدا رو لعنت نکرد اون عصبانی بود ناامید شده بود اون مطالبه کرد او قرالان کرد ما این رو درک میکنیم ما میخوایم که درسوز باشیم ما همه اینها رو در کتاب ایوب متوجه میشیم اون همچنان باید در پایان کتاب از اینها توبه می کرد ولی هرگز خدا رو لعنت نکرد شیطان پیروز نشد میدونید شرطی که شیطان در ابتدا می بنده که لیکن الان دست خود را دراز کن و تمامی مایملک او را لمس نما و پیش روی تو تو را ترک خواهد نمود خب ایوب این کار رو نکرد شما را نمیدونم ولی این برای من به طرز فوق العاده ای دهنده است خدا میتونه شما را حفظ کنه شما نمیدونید که اگر مشکل پیش بیاد چه عکس عملی نشون میدید وقتی با شما تماس میگیرن و میگن سرطان دارید و در مرحله سه یا چهار یا هر چی هست و بعد ناگهان زندگی شما ازتون گرفته میشه و در دریایی از مطالبی که هیچ وقت فکر نمی کردید بخونید یا سعی کنید بفهمید شناور هستید درباره درمانهای احتمالی و بقیه این چیزها و خدا میتونه شما رو حفظ کنه شما غافلگیر نمیشین شما جا نمیخورید که چون این چیزی میتونه برای یک مسیحی یک ایماندار اتفاق بیفته چون برای ایوب اتفاق افتاد ایوب از شیطان اطلاع نداشت ولی از لعنت کردن خدا امتناع کرد اون استقامت کرد بله شکیبایی ایوب حتی در مواجهه با زدیت شیطان زدیتی که در مقابل من و شماست بزرگتر از اون هست که تصور کنید صرفا نیروهای بی هدف مشیت الهی نیست زیرا که ما را گشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاست و قدرت و جهانداران این ظلمت خب یک چیز چهارمی هم هست که میخوام در موردش فکر کنیم و اون این هست که ما داریم درباره صبر ایوب فکر میکنیم منظور یعقوب چیه و من فکر میکنم بخشی از معنای اون اینه که امکان داره ما از آزمایشی با این ابعاد عظیم جان به در ببریم میشه نجات پیدا کرد حتی میشه شکوفا شد چقدر فوق العاده هست که این کتاب به چون این شکل مثبتی تموم میشه همونطور که دفعه قبل داشتم میگفتم به این معنی نیست که برای تک تک مسیحیان همینطور اتفاق میفته اینکه پایان کار به نوعی خوش میشه نهایتا پایان خوش وجود خواهد داشت در آسمان آسمان مکانی برای خوشحالی و مکانی برای خوشی هست در اونجا همه چیز به یک معنا حل میشه ولی وقتی که شما با مشکلات مواجه میشین یا اونطور که در شهر کلمبیا در کارولینای جنوبی جایی که من زندگی میکنم اتفاق افتاد چند ماه پیش وقتی که یک روز صبح سیل اومد و 13 تریلیون گالون آب از یک صد و از دریاچه پشت صد به بیرون ریخت و وارد یک قسمت از شهر شد و من بعضی از عکس رو دیدم بعضی از فیلمها رو دیدم عکس افرادی رو دیدم که آبون ها رو با خودش برد داستان هایی از یک زن و شوهر و دو فرزند اونها که از پنجره اتاق خوابشون به سمت اون طرف خیابون شنا کردند تا از جریان شدید آب فاصله بگیرند و اونها نجات پیدا کردند اونها زنده موندند اونها به من میگن که به خاطر توانایی های خودشون زنده نموندند فکر میکردن که میمیرند اونها به عقب نگاه میکنند و میگن ای خداوند از اینکه من رو حفظ کردی ممنونم تو من رو حفظ کردی پتروس چی میگه که به قوت خدا محروس هستید به ایمان برای نجاتی که مهیا شده است تا در ایام آخر ظاهر شود محروس یا حراست شده خب من در آزمایش خودم و در سختی خودم اینطور هستم خود من رو حفظ میکنه و دستش رو دور من حلقه میزنه و من رو نگه میداره و بعضی وقتها من رو به طرف سینه خودش میکشه و در بهبه تاریکی به من میگه تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود صبر ایوب را شنیده اید حالا برگردید و دوباره از اول این کتاب رو مطالعه کنید و از ایوب باب یک آیه یک شروع کنید و خداوند به شما برکت بده